در روی خان نوروز رمز بهار دنیا یا هفت سین بیباید یا هفت نوده آن. نوروز نشانه عالی خوبی و پاکی، دوستی و همدلی و عید صفا و احیای طبیعت است. امروز برای ما تاجیکان و کلی کشورهای حوزه تمدن نوروز باعث افتخار است که این جشن کهن و باستانی و جشن زیبای طبیعت از طرف سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعلان شده است. این دستاورد ارزشمند نتیجه عزم و تلاش مشترک و پیگیری های چندین ساله تاجیکستان می باشد. نوروز با همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه یک فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته، از دوره های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. یکی از جنبه های اساسی فلسفه نوروز به صفت جشن ماهیتاً عموی و مردمی در برابر میان آدمان ظاهر می گردد. یعنی نوروز را خرد و بزرگ آزادانه جشن می گیرند و برابر خرسندی می کنند. با زحمت و تلاش های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب مجموعه سازمان ملل متحد به حیث جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز گواه آن است که هنوز از زمان قدیمترین تا امروز ملت ما با نیت نیک و آرمان عالی جشن را پدید آوردند که میان وحدت و محبت، پاکی و صداقت، زیبایی و نفاست و بیداری و زحمت می باشد. در قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به روز بین المللی نوروز آمده است که دولت های اعضای این سازمان معتبر باید سطح آگاهیشان را درباره نوروز بلند برداشته، اینچنین با مقصد انتشار و ترغیب دانش های مربوط به تاریخ و سنت های نوروزی همه ساله چورابینی ها برگزار نمایند. نوروز حالا به جزء تمدن بشری تبدیل یافته است. سال 2019 با پیشنهاد رهبری دولت محترم امامعلی رحمان رمز جشن بین المللی نوروز تصدیق گردید. این رمز در اساس خلاصه های دانشمندان، مردم شناسان و فولکلور شناسان تاجیک و دیگر عالمان حوزه نوروز از میان رمزهای نوروزی که از گلهای بایچیچک، سیاهگوش، لولا، گلی زرد، شاخی درخت غنچدار و پرنده های اساطیری سیمرغ و پرستو عبارتند، سومانک و گل نوروزی همچون رمز استقبال جشن نوروز بین المللی، سال نو ملی و پیک آمد آمد بهار فیضبار در جمهوری قبول گردید. جشن نوروز در زمانهای قدیم البته رسم آیین های مختلف داشت، تا به امروز برخی از آنها آمده رسیده است و یکی از آنها مثلا عادت ملکه نوروز است. البته آن هم به خودش یک معنا دارد، یعنی ملکه نوروز این عروسی سال است، تجسم بهار است، عروسی سال، و اینچنین لباس های سفیدی ملکه نوروز هم همون آرمان های سپید و آرمان های به آلایش و آرمان های خوشبختی ملت تاجیک را افاده میکنند. نوروز از عهد باستان تا به امروز رمزی پیروزی و روشنایی، رمزی احیای طبیعت، عالم و آدم، رواج دوستی و رفاقت، فراوانی خیر و برکت و افادگری آرزوی و آمال نیک مردم می باشد. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ذکر می نمایند، نوروز پیک شادی و سرور، شکوفایی و زیبایی، آغاز کشت و کار بهاری، پیام احیای طبیعت و گردش در روح و جان آدمان پدید می آورد. نقش جشن نوروز برای معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ و تمدن بشری خیلی مهم دانسته می شود. در زمان صاحب استقلالی وطن با دستگیری های رهبریت دولت و حکومت کشور هنرهای ملی مردمی دوباره احیا گردیده، هنرمندان و کارشناسان در رشد این ساحه فعالیت پرثمره انجام می دهند. هنرهای مردمی و رشد بخشیدن آن در دوران صاحب استقلالی کشورمان یکی از هدفهای مهمترین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان محسوب یافته، چون این تاکید نمودند. از خودکنی هنرهای مردمی از جمله دوزندگی،
قولین بافی، ادرس بافی، چکندوزی، مخصوصاً هنری پختن طعام‌های ملی و دیگر نازکی‌های روزگارداری با برنامه‌های تعلیمی برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی وارد کرده شود. همزمان با این هر 6 ماه در بین خوانندگان آزمون‌های چهوری بهترین، کدبانوی ماهر و مانند اینها را گذرانیده دایر به دستگیری و هوسمندگردانی مادی و معنوی غالبان چاره‌جویی گردد. برگزار گردیدن چنین چورابینی ها ذوق خوانندگان را با کسب و هنرآموزی بیشتر کرده در آینده به رشد سیاحی تاثیر می رساند و باعث زیاد شدن محصولات وطنی برای سیاحان و مهمانان می گردد. پوشیدن لباس ملی یکی از رمزهای مهمترین و خاص نوروزی محسوب می یابد. چکان و ادرس تاجیکان تاریخ نهایت قدیمی داشته، با حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است. چکان با صفتهای مهین و زیبا و دلربا و ارزش هزار ساله و کهنش دقت جهانیان را به خود جلب نموده، همچون میراث غیر مادی ملت تاجیک در عرصه جهانی معروف گردید. در چکان دنیای رنگین زیبایی های جهان توسط رنگبازی رشته و سوزن با نقش و نگار نادر ملی تاجیکی با هم آمده بیننده را مفتون می‌گرداند. عالمان و باستانشناسان در گلدوزی ها بیش از 700 نمود نقش و نگار را معین نمودند که آنها را همچون نقش های آرایشی به 3 گروه اسلامی، هندسی و خیالی جدا کردند. غیر از این پژوهشگران اسلوب نقش های گلدوزی را پیش از همه به محیط زیست وابسته دانسته آن را به 2 نمود اساسی گلدوزی کوهستانی و وادیگی تقسیم نمودند. با شرافت استقلال دولتی و با دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، انعنه های ملی اجدادی در برابر دیگر ارزش های ملی تاجیکان از نو احیا گردیدند که امروز بسیاری از هنرهای مردمی تاجیک با دید معاصر و طبع و ذوق زمانوی رشد و رونق یافته مقبول دلهای سیاحان خارجی گردیدند. در سالهای به دست آوردن استقلال در سمت نساجی، قالین بافی، دوزندگی و دیگر کسب و کاری به این مانند اقتدارهای نو به فعالیت پرداخته، یک قطار کارخانه ها از نو تجدید گردیدند. افضلیتناکی صنعت سبک به دسترس بودن اشیای خام محلی، وابستگی نداشتن از واردات اشیای خام از خارج کشور، تأسیس شماره زیادی جایهای کاری و امکانیت وسیع با محصولات تیار تامین نمودن اهالی اساسناک شده است. بود از گیری حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه با رهبری پیشوای ملت محترم مالی رحمان، امروز زنای صاحب کار می توانند صاحب کارخانه شوند، در اونجا کار کنند، جلب نمایند زنها را. عموما در زندگی خودمون ما می توانیم پرثمر کار کنیم. از هنرهای مردمی ما به راه مانده استوده قالین بافی دستی را از پشمی تاجیکستان و پاپورزنی را ما به طور زمانوی امروز در مثلا محصولاتی که برای خانه برای آرایش میز در کارن آنها را آرو می دهیم با موافقه با ادرس کارمون پیش رفته استوده است و امروز ما کوشش میکنیم که محصولات کارخانه ما زمانوی باشد. زمانوی که بود هنرهای ما با آرایش یکی از الیمنت هاش هنر از هنرهای مردمی باشد، البته آن معقول می شود و اون را خریداری می کنند. در جمهوری تاجیکستان سالهای آخر بر رشد قالین بافی دقت جدی داده می شود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 دکبر سال 2014 برنامه رشد قالین بافی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2014-2020 قبول شد. برنامه مذکور رشد ساحه را در کشور توسط استفاده تکنولوژی نو و مهیا کردن جای نوی کار در بر می‌گیرد. امروز باید استحصال رشته پشمی را نیز بر راه مانیم. امروز ما می توانیم گفته که اگر که ما با استحصال رشته های پشمینی مثلا مشغول شویم، رشته پشمی تاجیکستان برآورده توانیم، قالین ها نیز نرخشان ارزان می شود و دسترس می شود و هر یک شهروند تاجیکستان می تواند به خود از قالین های سینتتیکی نو از قالین های دستی به خود خریداری نماید.
бофандагӣ бахши муҳими соҳаи саноати сабук ба ҳисоб рафта, дар корхонаҳои соҳа асосан дастгоҳҳои истеҳсоли ширкатҳои ҷумҳурии мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Чехия, Олмон ва Федератсияи Русия васл ва насб гардидааст, ки ин ба баланд бардоштани сифати маҳсулот мусоидат менамояд. Қолин бофӣ ҳунари аҷдодии миллати тоҷик буда, то ба замони мо омада расидааст. Қолин бофӣ аз чанд марҳила иборат аст. Яке аз он марҳилаҳо ин пайдо намудани ашё, яъне дар кӯҳистон, дар Хатлон, дар Помир, аз он ҷо пайдо намудани ашёи хом, ин пашм, пашми меринос мебошад, ки ин як гусфанде аст, ки пашмаш сафед аст, онро ба кадом ранги маъқул бошад, мо метавонем ранг кунем. Албатта баъди пашм харидан мо метавонем ӯро шустушу намоем. Шустушу ҳам ҳама хел кардан дар кор, ки тамоми равғане, ки дорад дар ҳамун пашм равад, ки рангро хушрӯ қапад. Яъне ранг баъд ба зеб шаваду ҷило бошад. Баъд аз ранг кардан мо метавонем онро ресандагӣ ва пашм занак ба мегузаронем, баъд аз он ресандагӣ мекунем. Баъд аз ресандагӣ мо мебӯем ранг мекунем, ё ин ки рангро пеш аз ин мекунем, баъд аз он қори мебафем. Суманак бошад дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон маълум буда, ҳамчун рамзи сарсабзӣ ва хӯрамӣ дар арафаи Наврӯз омода мешавад. Суманак ифодагари пайдо шудани заминдорӣ ва кишоварзӣ дар миёни қабилаҳои ориёӣ буда, муносибату муҳаббати деҳқононро ба гандум, ки ризқу рӯзии одам аст, ифода менамояд. Суманак рамзи коиноту замин буда, ҷовидонагии табиату инсонро тасвир месозад. Суманак нишони ҳаёт ва маданияти рӯзгордории тоҷикон аст. Ҳамаи хӯрокиҳое, ки барои Наврӯз таҳия мешаванд, маъмулан аз гандум ё ҷав омода мегарданд. Суманак беҳтарин намунаи онҳо мебошад. Дастархони тоҷиконаи мо дар водии Ҳисор, дар водии Зарафшон, ҳатто дар Самарқанд, Бухоро ҳам табақи ҳафт мева ё дастархони ҳафт мева маъмул будааст, ки дар як табақи калон ҳафт намуди мева мегузоштанд. Дар суфраи наврӯзӣ мо албатта хӯришҳо, таомҳои хоси баҳорӣ, ки аз алафҳо, аз донагиҳо тайёр мешуд, гандум кӯчаю, кашку далдаю, оши буридаву самбусаву мантуву ҳар он чизе, ки бо гиёҳову алафҳо тайёр карда мешавад. Сабаби мондагории Наврӯз пеш аз ҳама ҷашни мардумӣ ва табиӣ будани он аст, ки аз оғоз дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа ташаккул ёфта, минбаъд ба ҳайси ҷашни давлатӣ ва байналмилалӣ эътироф шудааст. Маҳз анъанаҳои ахлоқӣ ва таърихии халқ, аз ҷумла ҳикмати Наврӯз, мардуми моро дар лаҳзаҳои ҳассоси зиндагӣ ба ягонагӣ, ору номус ва ҳимояи ватан ҳидоят менамояд. Дар сиёсати фарҳангии пешвои миллат, Наврӯз ҳамчун рукни муҳими худшиносии миллӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебопарастӣ, инсондӯстӣ, рамзи дӯст доштан ва расидан ба қадри зиндагии хушу хӯрамона аст. Наврӯз бо анъанати қадимаи хеш миёни кишварҳо ва сокинони олам маълум ва муаррифӣ мегардад. Боиси ифтихор аст, ки айни замон Наврӯз ҷаҳонӣ гардида, дар тамоми кишварҳои дунё таҷлил мегардад. Ин айёми Наврӯз, ки вақти оғози сарсабзию шукуфтанҳо маҳсуб меёбад, тамоми сокинони дунё онро пазируфтанд.